Firqə Radiosu. Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin radiosu uzun illər fasilədən sonra yenidən öz fəaliyyətinə başlayıb, bundan sonra həftədə bir gün, bir saat verilişlə sizin huzurunuzda olacaqdır. Şəhərdən əziz, رادیوی فرقه دموکرات آذربایجان پس از یک وقفه طولانی مجدداً فعالیت‌های خود را آغاز کرده، من بعد در هفته یک بار با یک ساعت برنامه در خدمت شما خواهیم بود. Aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisizdir. Şimdi sizin boynunuzda büyük vazife durur. O aldığınız toprakları saklamak ve aldığınız azadlıktan müdafiye etmek. Şimdi bütün İran kentlileri, Azerbaycan kentlilerinin aldığı topraktan ilham alıp ayağa kalkmış, teken yemiştir. Mütecehler bu hareketten gazeplenir ve o azadlığı boğmaz size. İran'da büyük mübarize başlanmıştır. Azerbaycan kentlisi bu mübarizenin pişahenci olup kabağda gideni olacaktır. Yaşasın Azerbaycan kentlisinin azadlık yolunda apardığı mübarizesi. Eşidənlər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun 14-cü verilişi ilə 2012-ci ilin iyulun 13-də sizin hüzurunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda bu verilişləri sizə təqdim edəcəyik. Həftənin xronikası, həftənin müsahibəsi və nəhayət proqramımızın sonunda Mavi Işıq verilişində şairə Mədinə Gülgündən bir şeir səslənəcəkdir. Sənin eşkin məni gətirib dilə sanki ben doğmuşam. Şəhərdən əziz, bu arz salam در تاریخ 13 ماه جولای سال 2012 با 14 برنامه رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان فرقه رادیو سعود در خدمت شما هستیم. در قسمت اول برنامه امروز تفسیر رویدادهای هفته با یلداش امیرعلی لاهرودی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. در قسمت بعدی ادامه مصاحبه با پروفسور گلمراد مرادی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در خلال برنامه امروز با صحبت‌های مختلف در خدمتتان خواهیم بود و در قسمت آخر برنامه در برنامه ماوی عشق نور آبی قطعه شعری از شاعره خلق آذربایجان مدینه گلگون را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تفسیر رویدادهای هفته. جناب لاهرودی، با سلام مجدد و تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. مسئله حمله به سوریه گویا به مرحله جدیدی وارد شده. نظرتون رو در این مورد می‌خواستم بپرسم. عزیزم که مسئله سوریه به یکی از ساعت‌تر مسئله در منطقه مبدل شده است. سوریه یگانه کشوری است که تقریباً دراز با آمریکا روابط دوستانه نداشته است. یعنی آمریکا با سوریه روابط دوستانه نداشته، بلکه روابط خصمانه علیه
مثل سیاست خصمانه علیه سوریه اعمال میکرد. بنابراین تمام انقلاب های در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به این مسئله کمک کرد که آمریکا، رقبای آمریکا از صحنه سیاست در کنار شوند و دولت های سرکار بیایند که تاریخا با آمریکا روابط بدی نداشته است. بنابراین در مصر و الجزایر و تونس و لیبی دولت های اکنون در سرکار هستند که با غرب همکاری می کنند، با آمریکا روابط خوب دارند و آمریکا هم از این دولت ها حمایت می کنند. اما سوریه تنها کشوری است که در سیاست ضد آمریکایی خود و یا سیاستی که با آمریکا آشتی نداشت خاورجا مانده و بشار اسد مانند پدرش حافظ اسد در برابر سیاست اعمال قدرت آمریکا و ایستادگی می کند و مانند رهبر لیبی و ملک قذافی یکی از دشمنان سرشناس آمریکا محسوب می شود. بنابراین وضع سوریه در خاورمیانه و جنگی داخلی که در این کشور رخ داده و همسایگان اروپا و آمریکا با کمک اروپا و آمریکا این مخالفین علیه سوریه، دولت سوریه جنگ مسلحانه انجام میدهند، به اینها نشان میدهد که آمریکا بدون سرنگون شدن رئیس دولت سوریه دست از اقدامات نخواهد کشید. بنابراین سوریه در مقابل آمریکا وایستاده و ایران هم پشت سر سوریه قرار دارد. دو کشور خاورمیانه ایران و سوریه هستند که با آمریکا روابط حسنه ندارند، بلکه با روابط خصمانه میان این دو کشور و آمریکا ادامه دارد. بنابراین ایران هم از حکومت سوریه حمایت میکند و پشت سر ایستاده است. آمریکا اگر سوریه را به زانو درآورد، ایران تنها خواهد ماند در مقابل آمریکا و بدین سبب است که هر دو کشور در مقابل آمریکا مقاومت میکنند و موقعیت سیاسی و نظامی خود را محکمتر میکنند. از این لحاظ است که سوریه و ایران به دشمن آشتی ناپذیر آمریکا مبدل شده است و آمریکا به دشمن آشتی ناپذیر این دو کشور تبدیل گردیده است. جناب لاردی، همونطور که اشاره کردید ایران و سوریه دو کشوری هستند که در خاورمیانه بر علیه قلدری و زورگویی آمریکا ایستادگی میکنند. مسئله‌ای که در این وسط مطرح هستش، مسئله چگونگی وضعیت ملت‌های ساکن کشور کثیرالملل ایران هستش که با شروع جنگ این ملت‌ها در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت؟ با فقر و فلاکت و بدبختی که حکومت اسلامی قرون وسطایی در ایران پس از 33 سال برای ملت‌های ایران به وجود آورده، چه چشم اندازی رو شما می‌بینید؟ ایران کشوری ثروتمند و ذخایر نفتی کلانی دارد، ولی در داخل ایران وضع مشکل وضع اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیاد وجود دارد. روزنامه ها می نویسند که کارگران شاغل نه تنها بیکار، شاغل نمی توانند با حقوق ماهانه خود حتی تمام ماه بلکه 10 روز از اول ماه را نیز تأمین نمی کنند. یعنی درآمد کارگر اونقدر پایین است که او نمی تواند زندگی خانواده های خود را و زندگی خودش را تأمین کند. یعنی مشکل بیکاری، مشکل کم درآمدی کارگر، مشکل فشار به کارگران ایران به مشکلی مبدل شده است که دولت ایران باید در مورد فکر کند و برای از بین بردن این مشکل، یعنی تأمین زندگی کارگران و
پایان دادن به شکلی از اشکال بیکاری کار انجام بدهد و اگر چنین نباشد طبیعیست کارگران ایران که ثروت آفرینان کشور هستند نمی توانند با حکومت کنونی سر آشتی داشته باشند و وضعی که کشاورزی ایران هم بدتر از صنایع است. صنایع کوچیک بسته می شود، صنعت بزرگ کارگرانش رو اخراج می کنند و یعنی در مقابل کالاهای خارجی نمی توانند رقابت کنند و بنابراین محصول تولیدات آنها در بازار ایران فروشنده ندارد و بدین ترتیب مشکل ایران تنها با سیاسی با آمریکا مشکل سیاسی نیست، بلکه مشکل ایران مشکل زندگی مردم است و این مشکل را نمیتواند حل کند بدون اینکه یک اقدامات عملی انجام دهد. جناب لاروی، همونطور که اشاره کردین متاسفانه وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده‌ای به وجود اومده. حاکمان اسلامی امروز ایران انقلاب شکوهمند بهمن 57 ملت‌های ساکن کشور کثیرالملل ایران رو از بین بردن، نابود کردن، ملت‌های ایران رو به روز سیاه نشوندن. آمار و ارقامی که این حکومت اعلام می‌کنه که البته می‌دونیم که نصف بیشترش دروغ هستش، آمارها رو دستکاری میکنن، کم و زیاد میکنن، اما اینها غافل هستن که دیگر دوران عوام فریبی و دروغ گذشته و امروز دیگه وضعیت اسفناکی که در ایران وجود داره بر کسی پوشیده نیست. همینطور متاسفانه وضعیت اسفناکی که در نتیجه سیاست‌های اشتباه حاکمین قرون وسطایی اسلامی ایران در طول 33 سال اعمال شده وضعیت خطرناکی رو در خاورمیانه به وجود آورده. به قول اروپایی‌ها واقعا ساعت 11:55 مانده و در وضعیت بسیار خطرناکی هستیم. در این مورد نظرتون رو می‌خواستم بپرسم. به طور کلی وضع در منطقه خاورمیانه بحرانه. ایران که یک سیاست ضد آمریکایی را بیش از 30 سال در پیش گرفته است و خود در این سیاست مشکل گیر کرده است و این هم به نفع مردم ایران نیست و بنابراین مبارزه یعنی روابط میان ایرانیان و دولت در از هر جهت به ویژه در این در مورد سیاست خارجی متشنج‌تر است و مردم ناراضی هستند از این سیاست که هم وضع اقتصادی ایران بده و هم سیاست خارجی ایران به نفع ملت نیست و هم روابط ایران با کشورهای خارجی خوب نیست. در شکلی از اشکال ایران در انزوای کامل قرار گرفته است و از بیرون رفتن از انزوا برای ایران مشکل آفرین است، هم مشکل اقتصادی، هم مشکل سیاسی و هم مشکل نظامی پیش می آورد. بدین سبب است که مسئله زندگی در ایران و سیاست حکومت کنون ایران به طور کلی یک سیاست ملی و سیاست مردمی نیست، بلکه سیاستی است که هم آزادی های دموکراتیک در داخل کشور را سرکوب می کند، هم سیاستی است که با کشورهای خارجی روابط غیر دوستانه برقرار می نماید و ایران یک جزیره است که در منطقه واقع شده و این جزیره از طرف تمام دولت‌های منطقه و به ویژه آمریکا و اروپای غربی تحت محاصره زیر محاصره قرار گرفته است. بدون رفت از این راه لازم است و دولت باید از سیاست خود در یک مورد تجدید نظر کند و روابط خود را با همسایگان خود و همچنین با اروپای غربی آمریکا روابط خود را تغییر دهد، روابط حسنه برقرار کند. جناب لاروی، با تشکر از شما تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ.
501-ci, yəni 1922-ci ildə Tehranda polis təqibatının şiddətlənməsi və Həqiqət qəzetinin toğif edilməsi ilə əlaqədar Kəbir Pişvəri İran Komünist Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin Cənub Bürosunun məsul katibi təyin edilir və 1302-ci, yəni 1923-cü ilədək İsfahan şəhərində fəaliyyət göstərir. Lakin Rizaxan polisi orada da Kəbir Pişvəriyə açıq fəaliyyət imkanı vermir. Güclü təqibat bütün firqə üzvləri kimi Mircəfər Pişvərini də gizli şəraitə keçmək məcburiyyətində qoyur. Kəbir Pişvəri həmin dövrü belə təsvir etmişdir. Rizaxanın meydana atılması ilə bizim döyüş cəryanımız başqa yola düşdü. Rəhmsiz edamlar, həbs və sürgünlərin başlanması ilə əlaqədar olaraq biz taktikamızı dəyişmək məcburiyyətində qaldıq. Həbslər və basqınlar yolu ilə gizli fəaliyyət mərkəzimizi 4 dəfə dağıtdılar. Lakin azadlıq yolunun əskərləri hesab olunan bizlər öz postlarımızı tərk etmədən 5-ci mərkəzi təşkil etdik. Öz mətbuat fəaliyyətimizi Avropaya köçürdük. Bu zaman müxtəlif yollarla qəzet və jurnallarımızı Rizaxan polisinin İran sərhədlərinə çəkdiyi Çin divarından keçirərək ölkənin daxilinə çatdırırdı. Həmin illərdə gizli surətdə nəşr olunmuş şəbnamələr, elamiyələr, kitab və məcmuələr bizim ictimai həyatımızın və gizli fəaliyyətimizin ən parlaq nümunələrini təşkil edir. Şəraitdə azadlıqların fəaliyyəti tam 9 il davam etmişdi. Kəbir Pişvəri bu dövrədə ictimai mübarizənin bütün cibhələrində son imkana dək müqavimət göstərmişdir. Nəhayət Rizaxan polisi 1309-cu ilin dey ayında, yəni 1930-cu ilin dekabr ayında İran Komünist Firqəsinin bir sıra qabaqcıl nümayəndələri ilə birlikdə Kəbir Pişvərini də həbsə almışdır. Həmin tarixdən etibarən tam 11 il müddətində Kəbir Pişvərini həbsdə saxlamışlar. Lakin Qəsr-i Qacar adlanan dəhşətli zindanın uca divarları və qalın dəmir qapıları mübariz Kəbir Pişvərinin iradəsini qırmağa qadir olmur. Kəbir Pişvəri ən ağır polisi təzyiqi və olmazın əzab işgəncələri qarşısında öz pulaq iradəsi ilə müqavimət göstərir. Ən təhlükəli şəraitdə belə mübarizədən geri çəkilmir. Mircəfər Pişvəri öz həyatının məskür dövründən bəhs edərək belə yazmışdır. Nəhayət 1309-cu ildə həbsə alındı. İddəmiz çox idi. Yoldaşlarımızın əksəri zindanda böyük müqavimət və mitanət göstərdilər. Biz dayandıq, vuruşduq, həftələrlə xorək yemədik, haqq sözlərimizi dedik, adlı adamlar ən sadə siyasi mövzular haqqında öz imzaları ilə yazmağa cisarət edə bilmədikləri günlərdə bizim səsimiz həmişə ucalırdı. Rizaxan polisi bizimlə hesablaşırdı. 8 il müddətində qəsrdə bizlərdən başqa siyasi məhbus yox idi. Rizaxanın bütün cəllatlıq dəstgahı tam mənasında bizim əleyhimizə yönəldilmişdir. Tədrici ölüm yolu ilə bizi məhv etmək istəyirdilər. Ən yaxşı dostlarımızı itirdik, özümüz də fiziki cəhətdən ayaqdan düşdük. Lakin əhval ruhiyyəmiz qüvvətli olduğu üçün mübarizəni davam etdirdik. Nəhayət 8 ildən sonra 53 nəfəri bizim yanımıza gətirdilər.
Azərbaycan xalqın qəhrəman oğlu, İran Komünist Firqəsinin görkəmli xadimi Təqi Əbülfət oğlu Ərani başda olmaqla 1316-cı ilin Ordubeşt ayında, yəni 1937-ci ilin aprel ayında 53 nəfərin zindana gətirilməsi kəbir pişvərini məyus etmir. Kəbir pişvəri bu hadisəni İran azadi xalqları daxilində mübarizə əhval ruhiyyəsinin canlanması rəmzi kimi kütlələrin siyasi şuur səviyyəsinin yüksəlməsi və Rizaxanın diktatorluğunun acizliyi əlaməti kimi qiymətləndirir. Kəbir pişvəri gənc mübarizlərə öz təcrübələrini öyrədir. Polisin hilələrindən danışır və onlara gizli dərs keçir. Zindanda necə fəaliyyət etmək yolunu onlara göstərir və həmin dövrü xatırlayaraq kəbir pişvəri belə yazır. Sevgisiz yaşamaq bir hayal olayar mı? Dünyada yeşkisiz insan olayar mı? Ben seni sevmişsem haber olayar mı? Ey can kafam, ey kör yanar, ne için oldum bir davam? Ey can kafam, ey kör yanar, ne için oldum bir davam? Sekiz, dokuz, hatta on il zindanda kalmağımıza bakmayarak ruhdan düşmədiyimizi görən bu gənclər ruhlandılar. Bizdən mənəvi qida, qudrət, enerji alırdılar. İran tarixində qızıl hərflərlə yazılması zəruri olan şahamət və fədakarlıqlar göstərdilər. İran ziyalılarının gözü çırağı hesab olunan doktorlar və professorlar yetkin siyasi mübarizlər kimi aclıq elan etdilər. Onlar döyüşdülər, döyüldülər və polisin təhqirlərini acı gülüş və istiza ilə qarşıladılar. Böyük qurbanlar onları qorxutmaq deyil, daha da həyəcan və cisarətləndirdi. Yəni 1940-cı ildə Kəbir pişvəri qəsir zindanından buraxılır. Lakin Rizaxan polisi dərhal onu Qarşan şəhrinə sürgün edir və orada qısa müddətdə nizarət altında saxladıqdan sonra yenidən həbsə alır. Məlum olduğu kimi, İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması Rizaxanın İranda Alman faşistləri üçün geniş fəaliyyət meydanı yaranması və Alman faşizminin ölkə daxilindəki təxribatçılığı 1320-ci ildə düzəlməz vəziyyət törətmiş idi. İranda yuva salmış Alman faşistlərinin təhlükəsini ləğv etmək ciddi faşist ittifaqı üçün təxirə salınmaz zərurətə çevrilmişdi. Buna görə də 1320-ci ildə Şəhrivər ayın 3-də, yəni 1941-ci ilin avqust ayın 25-də Sovyet ordusu hissələri 1921-ci ildə bağlanmış Sovyet-İran müqaviləsinin 6-cı bəndinə əsasən İrana varid oldu. İngiliz qoşunları da ölkənin cənub məntəqələrini tutdu. Hitlerin əl altısına çevrilmiş Rizaxan İngiltərə müstəmləkəçilərinin yardımı ilə ölkədən qaçdı və onun 20 illik diktatorluğu sona çatdı. Belə bir şəraitdə bir sıra siyasi məhbuslar kimi Kəbir pişvəri də 1320-ci il Şəhrivər ayın 23-də, yəni 1941-ci ilin septembr ayında Qarşan zindanından buraxılıb Tehrana gəldi. Lakin 20 illik terror və təzyiq artıq ölkənin bütün tərəqqipərvər təşkilatlarını dağıtmış idi. Kəbir pişvərinin dediyi kimi onlar Süleyman Mirza Möhsün İskəndərinin evində qəbul olunduqları vaxt İranda təşkilat, mətbuat,
cəmiyyət adlanası heç bir vasitə yox idi. Hətta bir yerə toplaşmaq belə azadixahlar üçün çox təhlükəli idi. Qeyd olunan bu çətinliklərə baxmayaraq, Kəbir Pişvəri öz tükənməz enerjisi ilə yenidən fəaliyyət başlayır və öz məsləkdaşları və yoldaşları ilə birlikdə İran zəhmətkeşlərinin yeni qərargahını yaratmaq işində fəal iştirak edir.
جناب گلمرادی، مسئله تفرق انداختن بین ملت‌های ساکن کشور کثیرالملل ایران یک حیله نخنمایی استش که دشمنان ملت‌های ایران در طول تاریخ تا به امروز و امروز هم همچنین از این شیوه استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند با اولویت قرار دادن مسئله خاک، پدیده والای انسان رو به درجه دوم تنزل بدن و از این طریق سیاست‌های شوم و پلید خودشون رو پیش ببرن. مسئله خاک رو پیش می‌کشن که اینجا مال منه، اونجا مال توست، که ملت‌های ایران رو به جون هم بندازن. حال اینکه ما تجربه‌های بسیار بسیار گرانبهایی، ما از جمله تجربه پیمان برادری و دوستی بین آذربایجان ملی حکومتی و کردستان ملی حکومتی داریم که زنده یادان پیشوری کبیر و پیشوا قاضی محمد کاملا با درایت و عاقلانه این پیمان رو در اون زمان به امضا رسوندن. در کل نظرتون رو در این مورد و اینکه چه پیامی به نسل جوان امروز ملت کرد و ملت آذربایجان دارید، در این مورد نظرتون رو می‌خواستم بپرسم. خیلی ممنونم این سوال کردید، برای اینکه همین سوال رو آقای اسکندری از من کرد در رادیو کردانه، در تلویزیون کردانه. خیلی جالبه، من از جوانان غیور آذربایجانی و کرد خواهش میکنم همینطوری که شما فرمودید به درستی به دام تفرقه بیانداز حکومت کن نیفتن. این جمله ونستون چرچیل در جنگ جهانی دومه تو گفته بود که divide and rule یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن. بنابراین ما نمیخواییم مثل اوائل انقلاب ایران نمیدونم جنگ نقده رو شدید شما حتما. بله، این مسئله نقده و مسئله قرنام نقده ما نمیخواییم وجود بیاریم. ما میگیم آقا در جنگ دوم جهانی زوروبگ یکی از کردهای از فعودانهای کرد بود، دعوت شده بود در کنسولگری انگلیس در ارومیه. بعد درباره مسئله آذربایجان و کردستان صحبت میکنن. جالبه، این من این مسئله برای جوانان عزیز شنوندگان ناظرین شما عرض میکنم. به من کسی که تجربه داره در این زمینه واقعا سنی ازم گذشته عرض میکنم که واقعیت اینه، ما میگیم آقا رضاخان و قلدر و آتاتورک و گیلانی، آقای گیلانی در عراق نخست وزیر بود، تو بر رضاخان اینا سعی کردن اسیمیلاسیون بکنن. اسیمیلاسیون یعنی ادغام کردن ملیت‌ها در هم، قاطی بکنن و سعی بکنن که ملت‌ها با هم دشمن کنن که خودشون حاکمیت بکنن. این واقعیت ما دیدیم در ترکیه چه اتفاقی کرد، در عراق چه اتفاقی کرد، صدام حسین این کار رو ادامه داد و بعد رضا خان این کار کرده بود که مثلا ارمنی‌ها و خیلی از آذربایجانی‌ها ارمنی‌ها و وسط ارومیه گذاشت. و اینه که عرض کردم زوروبگ در کنسولگری انگلیس صندلی گذاشته وسط اتاق کنسول، گفته بود خب اینجا این خونه مال انگلیس یا نه، گفته بله، گفته خب من الان میگم این صندلی مال منه، اینجا نشستن مال منه. این مثال زوروبگ سوا داره و دشمن این کار کرده که بین من و برادر آذری رو به هم بزنه. شما نظرتون چیه؟ بعد کنسولگری گفته بود که من متوجه شما نمیشم، شما اندرزون چیه. بعد زوروبگ توضیح داده بود که تمام دهات‌های اطراف ارومیه کردن، وسط ارومیه هم به اصطلاح شهر کردیه، ولی الان بیشتر 30% آذری چیده آشوریه ارمنیه، 30% آذری چیده دادن کرد. گفته بود خب، البته کنسول برایش جوابی نداشته، ولی من اینجا نشستم جواب دارم. میگم آقا وقایع تاریخی دیکتاتورها انجام دادن، هر کسی انجام داده بوده، اتفاق افتاده و ما سرش هیچ گونه دعوایی نداریم. نه من نه برادر آذربایجانی هم. اگر من فردا در کردستان کاری بشم، بون برادر آذربایجانی هم در ارومیه، در نقده، در شهرهای دیگه میگم که بیایید هر چی مردم رأی دادن ما اینو قبول داریم. مردم آذربایجانی مثلا در نقده اکثریت آذربایجانی هن، میگیم آقا آذربایجان، حکومت دست آذربایجان باشه. هیچ گونه ما ادعای به سلام ملکیتی حتی بگیم اقدم کرد بوده، کردشی بوده یا ارومیه کردشی بوده، میگیم نه باش. امروز هرچی مردم رای دادن، مردم قبول کردن، گفتن اکثریت آذری باشه، اکثریت کرد باشه، این مسئله رو حل میکنه.
و من هیچ گونه ادعای ارضی یا جغرافیایی ندارم، میگم آقا صحیح نیست، ما دو تا خلق تو سر خود بودیم، تو سرمون زدن، حضرت مقرنان ما رو به جنگ هم بدن مثل خروس، خودشون از این دور وایسن برای ما کف بذارن. نه نمی کنیم کارا. میگیم آقا مثلا در اوائل انقلاب مرحوم دکتر قاسملو در ارومیه، چون خود زنده ارومیه است، در ارومیه کاندید شده بود برای مجلس. حتی آذربایجانی ها به قاسملو رای دادن. نماینده خمینی 11,000 رای آورد، قاسملو 37,000 رای آورد. این یه واقعیت. توجه فرمودی؟ خب ما بگیم آقا خود چیز آذربایجانی ها گفتن نه ما میخوایم قاسملو نماینده چیز باشه، نماینده مجلس به صلاح خبرگان باشه. خب نشان میده حالا آیا فردا انتخاباتی شد، میگیم آقا انتخابات آزاد باشه، نه اینکه مثل خمینی آقا جمهوری اسلامی یا نه، بلکه انتخابات آزاد باشه. میگیم آقا انتخاباتی که مردم تصمیم میگیرن، میگیم مردم چی میخوان، مردم من و شما اینجا که شما با همه زحمت راجی رو رام میندازی و کار میکنید، میخواهید حداقل روشنگری بکنید، ما میخوایم روشنگری کنیم ملتامونو، میخوایم ما دشمنی نداریم با هم دیگه، ما با هم دوستیم برادریم. اگه یه موقع در محابات 80% آذری شدن، میگیم ما شهر ما آذری هستیم شکل دیگه، یا 70% یا 75% ما رو کرده بود میگیم کرده، یا فلان شهر اینجوری بهشون بگیم. و بعدش هم اقلیت هایی که در این منطقه هستن باید همون دیگه که ما ظلم شده ظلم نشه بسیم، باید حقوق مساوی داشته باشیم، چه کرد، چه آذری، چه ارمنی، چه هر گروهی. این نظر منه. سوال آقای اسکندری بود که شما وضع جغرافیایی چه حل فصل میکنید، مثلا در همدان ما ترک داریم، در فلانجا گفتم ببینید مسئله اینه که ما میگیم همدان در واقع پایتخت کردستان بوده، ولی الان امروز فارس و سکر خلیج همدان هم در اونجا هستن، یه واقعیته. حالا بسته به اون خود مردم داره، مردم چی بگن؟ این منطور نمیتونی تصمیم بگیریم، باز زور نمیتونی بگیم آقا تو بیا حتما تو باید کردستان باشی، تو باید ما فلان باشی، نه مردم تصمیم بگیرن، آقا این آذری کرد فارس اشکال نداره، هر کدام از اینا بود. این نظر منه. اگه بخواید من آرزو میکنم دشمنی رو ما برداریم، این دشمنی زیاد چنگی به دل نمیزنه و دشمن فقط برای ما کف میزنه، دشمنای ما میخوان. مثلا شما الان من یه مقاله جلو دست من به نام وبلاگ تخصصی ناسیونالیست، این وبلاگ تخصصی ناسیونالیسم ضد ملیت‌های ایرانه، یعنی کسی هست که هر چی مقالات میشه یک جمله از مال ما رو چاپ می‌کنه. من خاطر این نام براتون بنویسم که اگر شما واقعا دموکراسی الفبای دموکراسی می‌دانید، خب مطلبی که من در جواب شما اینجا می‌نویسم همین رو چاپ کنید، بیارید اینجا. من نه فوش میدم، نه عصبانی میشم، نه بدتری طلبم، بلکه من مساواتگرم. من کسی هستم که میگم حقوق فارس و آذری و کرد و بلوچ و ترکمن و اینا باید مساوی باشه. خب این که شکی توش نداره میتونم. حالا اگر شما موافقی مثلا هستید به من خواهید من جواب بدید، منتظر جواب میتونم. حالا نمیدونم تا چه حد تا چه جواب. خب شنوندگان عزیز، خوشبختانه به علت طولانی بودن این مصاحبه در برنامه امروز نتوانستیم قسمت آخر این مصاحبه را تقدیم حضورتان کنیم. در برنامه آینده بخش آخر این مصاحبه را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. هموطنان گرامی، رویارویی ایران و غرب مراحل متعددی را پشت سر می‌گذارد
و مراحل عمیق‌تری را در پی می‌آورد. امپریالیسم جهانی صرف نظر از شرایط موجود در هر مرحله روی سیاست استعماری خود پا می‌فشارد و اشکال گوناگونی را برای دستیابی به هدف خود پیش می‌گیرد. کشور عراق 20 سال قبل مورد حمله قرار گرفته و در این عملیات نظامی کشورهای عربی نیز شرکت نمودند. عراق شکست خورد و نیمه جان شده مرحله دیگری برای فشار علیه عراق آغاز کردید. این کشور بیش از 10 سال در محاصره نظامی و اقتصادی باقی ماند و صادرات و واردات این کشور از جمله صادرات نفت متوقف کردید. مردم کشور عراق با فاجعه قحطی، گرسنگی و بیماری روبرو گردیدند و سازمان‌های انسان پرور برای نجات کودکان بیمار با اجازه آمریکا و هم پیمانان او به عراق دارو می‌فرستادند. عراق رشد یافته در عرض 10 سال به کشور ورشکسته تبدیل گردید. اما استعمارگران مجازات سنگین‌تری را در پیش گرفتند. عراق را از هوا و زمین مورد حمله قرار دادند و این کشور را به ویرانی مبدل ساختند. کشور افغانستان نیز مانند عراق مورد حمله هواپیماهای نظامی ناتو قرار گرفت و دولت طالبان سقوط کرد، اما از پای در نیامده و بیش از 10 سال است که در مقابل تجاوزگران ایستادگی می کند. جنگ در افغانستان پایان ندارد. بنابراین ناتو تصمیم گرفته است که در سال 2014 از افغانستان خارج شود و یا به عبارت دقیق‌تر پا به فرار بگذارد. لیبی سومین کشوری بود که مانند عراق به ویرانی تبدیل گردید. رهبر لیبی دشمن سرسخت آمریکا نابود گردید و اکنون نابودی سوریه به هدف عمده امپریالیسم جهانی تبدیل شده است و برای از میان برداشتن بشار اسد جنگ خونریزی با حمایت غرب در جریان است. انقلاب در کشورهای عربی مخالفین سرسخت آمریکا را از اریکه قدرت پایین کشید. با از حکومت رفتن رئیس جمهوری سوریه سراسر کشورهای عربی به دولت‌های معتدل تبدیل خواهند شد که احتمال زیاد دارد این کشورها به جولانگاه غرب تبدیل شوند. کشور کثیرالملل ایران بعد از انقلاب به سرسخت‌ترین دشمن آمریکا مبدل گردیده است. این دشمنی بیش از 30 سال است که ادامه دارد. آمریکا و هم پیمانان او تاکنون نخواستند و یا نتوانستند ایران را مانند عراق و افغانستان و لیبی مورد حمله نظامی قرار دهند. برای از پا درآوردن ایران از شیوهی که در عراق به کار می‌بستند استفاده کرده، حلقه تحریم‌های اقتصادی و مالی را تنگ‌تر کرده و ایران گرچه مانند عراق از پای در نیامده است، اما در نتیجه این تحریم هاست که قیمت کالاها بالا رفته و حداقل دستمزد 389 هزار تومان مخارج چند روز یک خانواده را تامین می نماید. سفره کارگران تهی می گردد و افزایش گرانی و تورم، اخراج بیرویه کارگران و تعطیلی پی در پی بنگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ، اثرات جبران ناپذیر و فشار روحی و روانی برای کارگران و خانواده هایشان پدید آورده است. کالاهای ضروری از 20 تا 50% افزایش یافته است. نان یکی از اساسی ترین کالاهاست که با گران شدن آن همه اقشار پایین و متوسط فشار آن را حس می کنند. در چنین وضعی است که کشورهای غرب از اول ژوئیه خرید نفت از ایران را متوقف نمودند.
ایران 75 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. 20% نفت به کشورهای غرب صادر شده و با امتناع از خرید نفت درآمد ارز ایران بیش از انتظار کمتر خواهد شد. کشورهای غیر اروپایی وارد کننده نفت از ایران نیز با تهدید آمریکا روبرو شده و این کشورها در صورت خرید نفت از ایران با تحریم‌های اقتصادی مواجه خواهند شد. اکنون کشور چین که 20% نفت را از ایران وارد می‌کند، تصمیم گرفته است که مقدار آن را کمتر کند. کره جنوبی از واردات نفت ایران امتناع ورزیده و بدین ترتیب ایران نه تنها هدف عمده تحریم‌ها بلکه هدف عمده نظامی نیز قرار گرفته است. با ادامه تحریم‌های اقتصادی ایران کارایی تولیدات خود را از دست می‌دهد. کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از کار می‌افتند و بدین سبب وضع زندگی 75 میلیون نفر در کشور کثیرالملل ایران بدتر می‌شود. در چنین شرایط سختی است که حکومت ایران روی سیاست خارجی کنونی خود اصرار می‌ورزد و در مقابل فشارهای اقتصادی و سیاسی مقاومت می‌کند. افزایش فشارها و مقاومت در برابر آن ایران را به کجا خواهد برد؟ آیا در پی این سختگیری‌ها جنگ جدیدی در خاورمیانه آغاز خواهد شد و یا جنگ سرد همچنین ادامه خواهد یافت؟ در هر دو صورت مهاجم می‌تواند برنده باشد، اما روی خرابه‌های ایوان مدائن. همیهنان گرامی، اینک لیستی از تجاوزات آمریکا و ناتو علیه کشورهایی که در مقابل سلطه‌گرایی آمریکا مقاومت می‌کردند و می‌کنند را تقدیم حضورتان می‌کنیم. 1945 بین روزهای ششم تا نهم اوت حمله هواپیماهای آمریکا به شهرهای هیروشیما و ناکازاکی و در نتیجه این حملات این دو شهر با خاک یکسان می‌شود. بین سالهای 1950 تا 1953 حمله به شبه جزیره کره و ویران کردن این مملکت. حمله ناموفق آمریکا در آوریل سال 1961 به کشور کوبا. بین سالهای 1965 تا 1973 جنگ تجاوزکارانه علیه ویتنام. اکتبر 1983 اشغال گرانادا از طرف نظامیان آمریکا. بمباران شهر تریپولی و بنگازی در لیبی در سال 1986. 17 ژانویه تا 28 فوریه سال 1991 طوفان در صحرا، نخستین عملیات نظامی علیه کشور عراق. 24 مارس تا 10 ژوئن سال 1999 تجاوز ناتو علیه کشور یوگسلاوی. 7 اکتبر سال 2001 آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا و ناتو علیه افغانستان و اشغال این کشور. 20 مارس سال 2003 آغاز حمله دوم به عراق و اشغال این کشور. 19 مارس سال 2011 آغاز تجاوز علیه لیبی. به راستی کدام کشور دیگر مورد تهاجم آمریکا و ناتو در آینده نزدیک قرار خواهد گرفت؟ مدینه گلگون گلجه‌ام. Səhər səhər ötən bülbül, dinlə məni bir sən bülbül, dərdli olan öz dərdini deyər sənə bəzən bülbül. Mən nə güləm, nə çiçəyəm, nə də əsən bir küləyəm, ötsən bizim ellərə de, mən yenə də gələcəyəm. Ağlamasın anam daha,
De son qoysun dərdə, aha. Gecə uzun olsa yenə, ümidimiz var sabaha. Əyilməsin de yadlara, çəksələr də onu dara. İftixardır sinəsindən, alsa əgər dərin yara. Arxa mənəm anam üçün, qanad mənəm laylan üçün, gərək özüm məlhəm tapam, köz-köz olan yaran üçün. Oxu bülbül, baxça baxa, oxu bülbül, baxça bağa, qulaq asım mən doyunca, bilməsin heç həsrət nədir, yer üzündə cavan qoca. Məriyyəm qarar mi əldən, o məhli qalər alıyəbək. Məriyyəm qarar mi əldən, o məhli qalər Körlüm evin möhneti belalar alır. Cəfanın o bir vəfalar alınıb Dökümdür xali siyah üstünə qara zülfün Döküb Dökümdür xali siyah üstünə qara zülfün Xəzinə dövrəsinə getmə əjdahalar alınab Məriz eşqünə məymə Məriz eşqünə məymə mənə əlac eyləm Mərizlər gəlib ham səndən dəvalar alınab Zəkat-ı hüsnümü ver, zəkat-ı hüsnümü ver, bir qərar olub seyyid, əlində hər nəyi varsa, gözü qərarlar alır, aman, 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 aman. Canım ama eyleme Şahallar var üzündə, bəsmə qar
dinləyicilər, bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın. Gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənədək. Bir çoban qızını gördüm, qoyun o çayrı əyir aman. شنوندگان عزیز، 14 برنامه رادیو اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان فرقه رادیو سو در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده با همین شما خداحافظی کنم. شاد و خوش و خرم باشید.